الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار استم که همه شما عزیزان در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید و درس گذشته را به خوبی خوانده باشید و یاد گرفته باشید در جلسه امروز ابتدا بریم و درس گذشته را با یکدیگر یک ارزیابی یک داشته باشیم و بعد از اون بیایم و یک مبحث جدید یا یک موضوع جدید و جالبی رو با یک دیگر شروع کنیم خب شاگردهای خوب, شاگرده خوب، سوالاتی را که من امروز برای شما برای ارزیابی درس گذشته انتخاب کردم سوالات ترکیبی هست یعنی سن و سوال که شامل سوالات تشریحی، سوالات جای خالی و سوالات صحیح و غلط هست. خب سوال اول فایلم اکینو درماتا چیست؟ خب همونطور که به یاد دارید در دا جلسه گذشته ما برای شما گفتم که نام علمی فایلم ای حیوانات هم ما و شما باید دقیق یاد بگیریم. اکینو درماتا همو فایلم خارپوستان بود. سوال دوم فایلم آرتروپودا چیست؟ خب به خاطر دارید آرتروپودا نام علمی کدام فایلم بود؟ آفرین به شاگردانی که گفتن حیوانات مفصلیه فایلم مفصلیه را نام علمی به آرتروپودا یاد میکنند سوال سوم فایلم مولسکا چیست؟ خب مولسکا نام علمی کدام فایلم بود؟ آفرین به او شاگردی که گفت نرم تنان. حالا سوال چهارم جای خالیه یعنی ما و شما باید یک کلمه در اینجا نوشته کنیم تا این جمله ما و شما از نظر معنا صحیح شود ستاره بحری جای خالی است نوع قضا را در دا داخل قوس برای شما نوشته شده یعنی ستاره بحری را ما بگیم که علف خار است یا گوشت خار یا همه چیز خار خب شما در جلسه گذشته خواندید که ستاره بحری گوشت خار است سوال بعدی ستاره بحری قادر به ترمیم بازوی جدا شده خودش است. آیا این صحیح است یا غلط؟ آفرین به شاگردایی که گفتن یک جمله صحیح است. یکی از ویژگی های ستاره بحری همی بود که وقتی که ای احساس خطر می کرد یا به عبارتی بازویش توسط یک موجود دیگه گرفته می شد شکار می شد او بازوی شکار شده را رها می از بدن خودشان جدا می و قدرت ای را داشتند که دوباره برای خودشان یک بازوی جدید بسازند. سوال آخر بادرنگ دریایی متعلق به فایلم آرتروپودا است حالا در این سوال دو نکته را شما باید به خاطر داشته باشید یکی اینکه بدانید بادرنگ دریایی متعلق به کدام فایلم بود و دیگری اینکه نام علمی او فایلم چی بود خب ما شما میدانیم بادرنگ دریایی و ستاره بحری هر دو متعلق به فایلم خارپوستان بود و نام علمی فایلم خارپوستان دیگه آرتروپودا نیست چرا که آرتروپودا نام علمی مفصلیه پس اگه اینجی در اینجی ایکین و می بود ما این جمله را صحیح می گرفتیم حالا ما و شما دور قیم باید حلقه کنیم چرا که این جمله یک جمله غلط است صحیح نیست خب شاگردای خوب در جلسات گذشته حیوانات غیر فقاری را ما و شما با یکدیگر خواندیم، آشنا شدیم با ساختار بدن اونها، با نحوه تنفس، تغذیه و تولید مثل اونها. خب یک بار دیگه این حیوانات غیر فقاری را نام ببرید. آفرین به او شاگردایی که یک یک اینا را به درستی نام میگیره. شامل اسفنج ها، کیسه حلقوی، کرمهای مدور، کرمهای پهن، نرمتنان، حیوانات مفصلیه، حیوانات خارپوستان بود. خب حالا این مف... مبحث حیوانات غیر فقاریه به پایان رسید. از این جلسه ما و شما حیوانات فقاریه رو با یکدیگر بررسی میکنیم. یعنی حیواناتی که دارای اسکلت درونی هستند. اما اینا به چند دسته تقسیم میشن چه ویژگی هایی داره و از هر دسته ای ما چند نمونه ای رو با یکدیگر میخوانیم تا آشنا شویم انشالله در درس امروز ما و شما سرآغاز همین موضوع است خب شاگردان خوب در تصویر این اسلاید دقت کنید میبینید موجودات زیادی را اینجا برای شما که آوردم از مرغ خانگی گرفته تا خرس قطبی لکلک لک ها پرندگان و روباه و ماهی ها همه ای از اینا متعلق به فایلم حیوانات فقاریه است خب اما یک ویژگی هایی را بین تمام فقاریه ها ما و شما مشترک میبینید اولاً که فقاریه ها به چند دسته تقسیم میشن خود فقاریه ها شامل پرندگان شامل خزندگان شامل دوزیستان زوحیاتین و پستانداران است یعنی پنج گروپ بزرگ و عمده موجودات روی کره زمین یک ویژگی های کلی در مابین همه وجود داره مثلا ای که موجوداتی هستند که اسکلت درونی دارن یعنی ای حیوانات همه ایشان دارای اسکلت درونی است اسکلت بیرونی دیگه ما و شما نداریم چون از های غیر فقاریه بود. دیگه اینکه این که ای اسکلت درونی دو کار برای موجودات انجام میدن. هم از اعضای داخلی بدن اینا حفاظت میکنه و هم اینکه نقش حرکتی داره. این اسکلت کمک میکنه که این موجود ما که متعلق به فقاریه ها هست، اگر در آب از شنا کنه و اگر در هوا است پرنده است پرواز کنه و اگر در روی خشکی زندگی میکنه یا به حالت خزیده خود از یک جا به جای دیگه منتقل کنه یا راه را بره خب موجودات فقاریه همه ایشان دارای دستگاه عصبی هسته این دستگاه عصبی مانند یک لوله در سمت قسمت پشت یا بخش زهری بدنشان موقعیت داره از سیستم عصبی ساده گرفته تا انسان که یک سیستم عصبی پیچیده داره خب دوران خون ما در این موجودات میبینیم که در حیوانات فقاریه از نوع بسته هست دوران خون به دو صورت هست یا دوران خون باز است یا بسته است. دوران خون باز یعنی که خون در دا داخل رگها باقی نیست حجرات بدن مستقیم با مایه اطراف خود عمل تبادل انجام میده اما در دوران بسته یعنی خون هیچ جایی از داخل رگها خارج نمیشه بلکه رگها شاخ شاخه شاخه میشه به مویرگهایی تبدیل میشه که از اون مویرک ها از منافذ دیواره از اونا سراخ که در دیواره مویرک ها هست مواد ضروری خارج و موادی رو که نیاز نداریم پس دوباره جذب میشه که مکانیسم یا شیوه ای عمله اشالا در سنف نه میخوانید قلب فقاریه ها قلب موجوداتی که متعلق به فقاریه ها هستند از نظر تعداد جوف یا سوراخ متفاوتن بعضی دو حفره داره قلبشان بعضی سه حفره داره و بعضی ها مانند انسان ها چهار حفره را دارد خب این فقاریه ها از نظر دمای بدن هم با یکدیگر متفاوت هستند خب بسیاری از موجودات زنده هستند که نسبت به تغییرات دمای محیط بدن اونها یک دمای ثابتی را داره. مانند انسان ها یا پرندگان یا به عبارت کلیتر بگیم پرندگان و پستانداران اینها را موجودات خونگرم می نامن. چرا اینا را خونگرم میگن؟ یعنی که دمای بدن اینا ثابت است از سی و, و نیم درجه تا همو سی و هفت که در انسان است دما ثابت است حتی اگر در آوج سرمای زمستان هم ما بدن یک پرنده مثلا مرغ را بیش کافی ما باز کنیم می بینیم داخل بدنش گرم هست چرا که اینا خونگرم خود بدن از این موجودات تک تک حجراتشان انرژی مورد نیاز و دمای مورد نیاز خود از همو فعالیت های کیمیاوی داخل خود حجره تامین میکنه در نتیجه تغییرات دمای محیط تأثیری بر روی تغییر دمای بدن اینا نداره اما حیوانات دیگر نظیر ماهیان، زوحیاتین و خزندگان اینا خون هستند یعنی دمای بدن از اینا با تغییر محیط تغییر میکنه زمانی که محیط هوا سرده بدن دمای داخلی بدن اینا هم سرده وقتی بیرون گرم میشه اینا دمای داخلی از اینا گرم میشه یعنی اینا نمیتونه از نظر دمای داخلی بدن با محیط بیرون یک تطبیقی را بدن خب در این شکل ده ای سلاید ما یک تصویری را برای شما وردم یک نکته را ما برای شما شاگردای خوب بگم که در کتاب علمی فقاریه را به نام مهرداران هم اه، اه، ترجمه شده و نام می من چی مهردار بگیم و چی فقاریه بگیم از نظر دما پس به دو گروه تقسیم بندی شد خونسردها و خونگرمها ها که شکلای اینا را از هر گروه چند موجود را مثال زده شما می بینید و با اینا آشنا میشیم. ابتدا ما و شما بریم با این موجود زیبا و جالب آشنا شویم که همون متعلق به فایلم ماهیان هست و این فایلم یعنی ما میتونیم بگیم ماهی ها اولین حیوانات فقاریه کره زمین هستند اما آیا همه ماهی ها به یک شکل هست یا ما همه ماهیها ها را میتونیم به عنوان ماده غذایی استفاده بکنیم یا نه ما و شما باید با ساختار بدن و نوع انواع ماهی ها با یکدیگه آشنا شویم خب ماهی ها از نظر شکل و رنگ بسیار متنوع هستند از نظر اندازه هم بسیار متنوع یعنی ما از ماهی های بسیار خرد گرفته داریم تا ماهی های بسیار کلان و بزرگ که طول بدن اونها به چندین متر هم میرسه خب ماهی ها یک توانایی خاصی داره که در دا این تصویر شما میبینین به نام شهپر یاد میشه همی باله ها یا شهپر های ماهی به ماهی ها کمک میکنه تا در دا داخل آب شناور باشه اگر این شهپر نباشه این ماهی ها نمیتونن در دا داخل آب بالا و پایین بره یا دور بزنه یا حرکت خودشان جهت حرکت خود تغییر بده پس همی شهپرها هر کدام یا همی بالاها یک نقش بسیار مهم میره داره که با وظیفه هر کدام ایشالا در سنف 11 آشنا میشین اما به طور کلی بدانید که این شهپرها در ماهی ها باعث راندن، متوقف کردن و نگه داشتن همون حالت موازنه یا تعادل بدن ماهی را در داخل آب به عهده داره خب اما ماهی ها چگونه تنفس میکنند؟ شما میبینید که موجوداتی که در داخل آب زندگی میکنن اینا از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنن طوری که اگر ما این حیوانات از داخل آب خارج کنیم و در محیط خشکی بیاریم بعد از چند دقیقه اینها زندگی خود از دست میدن و میمیرن به دلیل از اینکه اینها دارای برانش هست سیستم تنفسی ماهی ها از نوع لوله های به نام برانش یا آبشوش هست که میتونه از این اکسیژن منحل در آب استفاده کنه ماهی ها آبشوش هایشان در دو طرف سرشان به جای گوششان قرار داره و اگر یک زمانی ماهی را از نزدیک دیدین یا ماهی را به عنوان قضا مادر شما تبخد او قسمت کله ماهی را بگیرید سر ماهی را و قسمت گوش یا آبشوش ها یا برانش ها را شما باز کنید و به راحتی با چشم دیده میشه یک سری شیارها یا لوله هست که آب را میگیره و وارد میشه و از پشت گوش خارج میشه در همین حرکت آب اکسیژن مورد نیاز هم گرفته میشه خب ماهی ها اکثرا تخم گذارن اما نمیگیم که همه این ماهی ها تخم گذاره چرا که در انواع ماهی ها که میریم میخوانیم میبینیم بعضی از ماهی ها چوچزا هم هستند. ما و شما در بین ماهی ها سن و ماهی را می بینیم ماهی های بی یعنی ماهی هایی که آرواره نداره ماهی های قزروفی و ماهیان استخوانی خب در این شکل ما انواعی از ماهی ها را برای شما اینجی عکسش آوردیم خب این ماهی ها کدام هستند و هر کدام از اینا متعلق به کدام نوع ماهی هست و چی ویژگی هایی را داره باید یکی یکی ماهی ها را بررسی کنیم خب این ماهی ها شکل های متنوعی داره شما می‌بینید حتی بعضی از آنها مانند کرم به طوری که ما اونها را شبیه کرم می‌بینیم، بعضی از اونها سر چکشی مانند داره همین ماهی که در سمت راست است شارک چکش سر هست چرا که شکل های متفاوت و متنوعی را ای این ماهی ها داره خب حالا یک یک ماهی ها را با همدیگر میخوانیم تا تشخیص بدیم که این ماهی ها متعلق به کدام نوع ماهی است. خب گروپ اول ماهی ها را که ما و شما میخوانیم ماهی های بی الاشه است یعنی ماهی هایی که آرواره ندارن این ماهی ها دور مثال برای از این ماهی ها کتاب شما گفته شده و عکس اینا را من برای شما آوردم یکی حقفیش که در زیر بالا شما می که یک ماهی نسبتا زخیم و چاق هست و لمپری لمپری مانند یک کرم هست که در پایین در تصویر پایین دیده میشه. خب این ماهی ها پوستی لشم دارن یعنی اینا فلس یا پولک ندارن پوست از اینا لشم و لقزنده هن. چون اینا آرواره یا دندان ندارن دهان اینا گردم هست گاهی وقتا اینها ها را به عنوان ماهی های دهان گرد هم می نامن. خب جالب اینه که می بینید اینا شهپر جانبی نداره یعنی بالا به دو طرف خودشان نداره حالا ماهی های قضروفی. این ماهی های قضروفی یک کم نسبت به ماهی های بی الاشه تکامل بیشتر پیدا کرده و یک خورده متنوعترم هست شما اینجی سه نوع ماهی را میبینین که این هر سه ماهی ها جز ماهی های هست این ماهی که در سمت چپ تصویر آمده و یک ماهی پهنم هست به نام ماهی ری نام داره و این دو ماهی دیگه به نام ماهی های شارک که این شارک هم تنوع بسیار زیادی داره میتونه سرش مانند یک چکش باشه یا باله های سرخ و زیبایی را داشته باشند هر سه گروه این ماهی ها قزروفی هستند پس ما و شما حدس میزنیم که اینها دارای اسکلتی اینا که در درون بدنشان هست استخوانی هنوز نشده باشه خب بله ای که من به شما گفتم در یه اسلاید برای ما تایید میکنم میگه تمام موجودات با رشد کردن و نموف کردن قذروف هایشان تبدیل به استخوان میشه اما ماهی های قذروفی برای همیشه قذروفی باقی میمانه و قذروف هایشان به استخوان تبدیل نمیشه ماهی های قذروفی یکی از بزرگترین ماهی های دریاها و اقیانوس ها هسته بعضی از اینها فلس دارن همه از اینا بدنشان فلس یا پولک ندارن بعضیشان دارن و بعضی ندارن خب اما اینا الاشه کامل و فعال داره یعنی در دهان خودشان آرواره را داره یا استخوان فک آرواره که الاشه می نامیم داره و فعالم هست خب بیشتر ماهی های قضروفی تخم گذارن اما ماهی های چوچزا هم داریم به همین خاطر بود که ما فایلم ماهی ها رو وقتی که تشریح کردیم گفتیم که اکثرا تخم گذارن چرا که بعضی از اونها چوچزا یا بچهزا هم هستند. شاگردان خوب امیدوار هستم که ماهی های بی الاشه و ماهی های را دیگه بشناسید خودتان متن کتاب بخوانید و در گوگل یک سرچی داشته باشید یک تصویری از انواع ماهی های بی الاشه و ماهی های قضروفی را ببینید بی تا وقتی که این ماهی ها را ما در آبها میبینیم راحت تر اینا را ما و شما تشخیص بدیم خب رسیدیم به پایان درس امروز همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان می سفارم انشالله تا جلسه بعدی شما ای دونو ماهی و ویژگی های فقاریه ها را یاد بگیرید تا ماهی های استخانی را برای شما تشریح کنم همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان می سفارم خدایا رو نگهدار شما عزیزان